سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز برادران و خواهران در این روزهای چقدر خلق افغانستان و خلق افغانستان چقدر روزهای سخت از نظر از پشت چشمشان در نظر ایستادن. البته که هر یک مصیبتی که برای خلق میآید هم از جانب پروردگار میشود. بسیار رفیق های ما، برادران ما میگن آفت های طبیعی. البته که هر یک آفت طبیعی میشود همش با خواست خداوند میشود. ما دعاییم که خداوند بزرگ از این آفت های طبیعی ما را نگهبان باشد، پاک و پروردگار را گناهان ما را ببخشد. کلاهایی که شما میبینیم، یعنی پروب میگیم کلاهایی که ما و شما میبینیم چقدر مبلغ ها صرف میشود، چقدر مهنت ها صرف میشود. میگه که به یک آفتی طبیعی یعنی یک سیل همه بر هم میخورد. پاک و پروردگار خداوند خودش نگهبان باشد. این ملتی تاجیکه، این ملتی فارس زبانه و این مسلمانان این روی دنیا را خداوند خودش نگهبان باشد. اینا طرف وحدت، سیم در طرف وحدت. اگر پروسه رو بخاطر اینا
افغانستان. برادران عزیز، اینجا که شما میبینید اینجا افغانستان است. راستی گپ برادران عزیز، ما هم از همین اینترنت دیدیم، بینید که انا دهن در مسجد میگن، در مسجد در آب خیست سلخیزی، به نهایت قین با مردم مسلمان، دشوار، عذاب. توبه کردم خدا، خداوند عاقبت چه بخیر بیاره این مردم مسلمان، خودش نگاهبان باشه خداوند. اینه بینید که این برادر اوغانمون چی گفته داد میزنه، یک بار خودتون بینید میفهمید برادرها. خداوند بزرگ خودش نگاهبان باشد و در پناه عصمت خودش، خداوند خودش نگاهبان باشد. بینید چی میگه؟ الله این مسئل بود سینه که تمام تارو نداره مردم بود، تمام تارو نداره شد به حدی بود که هیچ از نماند، کلش بود هیچ از نماند، از خانه شروع، از مادر شروع، از زن و بچه و خورد و طلاب تمامش بود، هیچ از نماند، کلش بود، نور احمد قیدار دستش بود، خانه بود، کلش بود. از برای خدا غضب خدا نازل شده این سر مردم کدوم، فریاد خدا نور احمد قیدار دستش بود. من میخوام چی شد اولادای مادر نیست بالاوان شدن که لکی نمیفهم چی شد. خدایا دیگه خودت پرده کنی، چاره ساز نشی، ما سر با این مسجد دارم آمدیم، ممکن ما هم لحظه زنده باشیم ما یا نباشیم، ما نمیکنیم دیگه.